افزایش شمار زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده، به خامت حال شماری از زندانیان سیاسی مجروح در بند انفرادی، موج محکومیت داخلی و بین المللی علیه جنایات دشخیمان خامنه‌ای در زندانها و همبستگی با زندانیان اعتصابی در اوین. شمار زندانیان اعتصابی در بند 350 زندان اوین به بیش از 40 نفر رسید. این اعتصاب غذا در اعتراض به یورش وحشیانه دشخیمان به این بند در روز پنجشنبه 28 فروردین صورت گرفته است. اعتصابی ها اعلام کردند تا بازگشت همه زندانیانی که مصدوم و مجروح شدند و به بند 240 انفرادی منتقل گردیدند به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند. زندانیانی که از انفرادی های بند 240 بازگشتند از اعتصاب غذای 14 زندانی سیاسی در سلول های انفرادی این بند خبر دادند. زندانی سیاسی غلامرضا خسروی که روز پنجشنبه 28 فروردین توسط دشخیمان زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، به شدت مصدوم شده و در انفرادی به سر می برد. ضربات دشخیمان به سر و صورت این زندانی که در اعتصاب غذاست به حدی وحشیانه بوده که حال وی بسیار وخیم شده است. وی دچار مشکل شنوایی شده است. زندانی سیاسی محمد شجاعی نیست که از زندانیان بند 350 است، به شدت مجروح و تمام بدنش کبود است. زندانی سیاسی حسین رونقی در بند 350 اوین به دلیل هجوم وحشیانه دشخیمان دچار جراحات شدیدی در سراسر بدنش شده است. بنا به گزارش ها سر و پا و دست های این زندانی به شدت آسیب دیده است. همچنین ضربات دشخیمان باعث شده است درد ناشی از بیماری کلیوی او شدت بسیار بیشتری پیدا کند. زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان طی بیانیه‌ای یورش وحشیانه دشخیمان رژیم آخوندی به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را محکوم کردند و از مراجع بین المللی خواستار اعزام یک هیئت حقیقت‌یاب برای تحقیق و بررسی این حمله خونین شدند. شمار دیگری از انجمنها و تشکل‌های دانشجویان، دانش آموزان، کارکنان و بازاریان با زندانیان بند 350 اوین اعلام همبستگی کردند. دانشجویان دانشگاه آزاد کرج، دانشجویان دانشگاه آزاد خرم‌آباد، جمعی از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه تهران، شماری از دانشجویان دانشگاه تبریز، دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه شرق تهران، جمعی از جوانان استان لرستان و جمعی از جوانان آزادیخواه کردستان، جمعی از بازاریان بازار تهران، هواداران سازمان مجاهدین خلق، خانواده‌های مجاهدین زندان لیبرتی در استان‌های گلستان و مازندران، جمعی از کارکنان و کارشناسان صنایع غذایی سنندج، جمعی از مهندسین عراق، محققین و پژوهشگران اکتشافات در جلفا و جمعی از مهندسین دستگاه‌های حرارتی تهران از جمله تشکل‌ها و انجمن‌هایی هستند که با صدور بیانیه‌های جداگانه حمله وحشیانه دشخیمان به زندانیان بند 350 زندان اوین را محکوم کردند و از خواست‌های این زندانیان حمایت کردند. ماموران اطلاعات آخوندی 3 تن از دانشجویان دانشگاه تهران را که روز سه‌شنبه برای همبستگی با خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر رئیس جمهور ارتجاع حضور داشتند بازداشت کردند. اسامی این دانشجویان عبارتند از ندا صبوری، میلاد پوریسا و سهراب صالحین. گفته می شود هیچ اطلاعاتی از وضعیت بازداشت شدگان و محل بازداشت آنها وجود ندارد. از سوی دیگر به گزارش رسیده از زندان تبریز، 6 تن از زندانیان سیاسی زندان تبریز
در اعتراض به شرایط طاقت فرسای زندان از روز پنجشنبه 28 فروردین دست به اعتصاب غذا زدند. اسامی 5 تن از این زندانیان عبارتند از محمد فضلی، شهرام رادمهر، آرش محمدی، فضلی زاده و رضا قلی زاده. اتهامات این زندانیان تبلیغ علیه رژیم و اقدام علیه امنیت آن اعلام شده است. دعاوی بقیهانی کمیسیون امنیت نظام آخوندی در مجلس ارتجاع. چون از داخل زندان مطالب دروغ به ملل متحد و رسانه ها داده می شد، بازرسی بیشتر ضروری بود. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت. نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت نظام آخوندی در مجلس ارتجاع، روز سه‌شنبه 2 اردیبهشت اذعان کرد که حمله سبوانه نیروهای سرکوبگر در وحشت از گزارش‌های ارگان‌های حقوق بشری از وضعیت فاجعه‌بار نقض حقوق بشر در فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران بوده است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس به نقل از وی نوشت: یک سری مطالب کذب و دروغ از داخل زندان به برخی افراد معاند مانند احمد شهید، گزارشگر دروغگوی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و رسانه‌های بیگانه داده می‌شد. از این رو بررسی و بازرسی بیشتر بسیار لازم و ضروری بود. وی به نحو مسیکی مدعی شد که این اقدام برای افزایش امنیت زندانی‌ها و حفظ امنیت محیط زندان است تا حادثه‌ای در این مراکز رخ ندهد. سخنگوی کمیسیون امنیت نظام آخوندی عملکرد پاسداران و اطلاعاتی ها در حمله به زندان اوین را بسیار دقیق توصیف کرد و گفت تیم بازرسی درست عمل کرد، به دلیل اینکه از میان وسایل زندانیان لپتاپ، تبلت، تلفن همراه و برخی وسایل الکترونیکی کشف شد. اسناد و مدارک ارتباط برخی زندانیان بند 350 زندان اوین با معاندان نظام موجود است. اطلاعات غلط را به گروه‌های معاند می‌دادند تا آنها با استفاده از این اطلاعات فضاسازی‌های جدیدی را علیه نظام انجام دهند. این در حالی است که این اقدامات برخلاف مقررات زندان است. وی همصدا با اسماعیلی جلاد دشخیم برکنار شده که مدعی بود حتی یک تلنگر به زندانیان زده نشده است گفت در بازرسی اخیر سازمان زندانها از بند 350 زندان اوین تیم بررسی کننده با احترام زندانیان را به فضای باز هدایت کردند، اما برخی زندانی های متخلف مقاومت کرده و شروع به توهین و ناسزا می کردند. زندانیان متخلف با فریاد و اقدام به شکستن شیشه پنجره‌ها و درها سعی در تحریک دیگر زندانی‌ها می‌کنند که دست یکی از آنها در هنگام شکستن شیشه مجروح می‌شود. وی تهدید کرد که بر اساس قانون با زندانیان متخلف بند 350 زندان اوین برخورد می‌شود. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی بر ضرورت یک تحقیقات بیطرف بین المللی درباره یورش وحشیانه پنجشنبه 28 فروردین 17 آوریل پاسداران و ماموران اطلاعاتی به زندان اوین و دیگر جنایت‌های فاشیسم دینی در زندان‌های ایران تأکید کرد. وی گفت دروغ‌پردازی‌ها و تناقض‌گویی‌های سرکردگان رژیم آخوندی برای لاپوشانی این جنایت و ناچیز جلوه دادن آن ضرورت تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب بین المللی به منظور روشن شدن ابعاد این جنایت بزرگ و شناسایی مسئولان آن را مضاعف می کند. موسیقی
گزارش‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی از حمله دشخیمان رژیم به زندانیان سیاسی اوین. خبرگزاری فرانسه: مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌ای که در پاریس صادر شد، خواستار گشایش تحقیقات بین‌المللی و مستقل در مورد حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی زندان اوین گردید. وی به پایداری و مقاومت زندانیان سیاسی در برابر دیکتاتوری مذهبی در ایران و عزم و پشتکار خانواده‌های آنها در رساندن صدای زندانیان سیاسی درود فرستاد. در جریان این حمله چندین عضو مجاهدین خلق، اصلی ترین سازمان تشکیل دهنده شورای ملی مقاومت و نیز بعضی اعضای اقلیت مذهبی دراویش توسط ماموران پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای نسبت به امنیت زندانیان بعد از این حمله خشونت‌آمیز که منجر به حدود 30 مجروح شد، ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری فرانسه افزود: سازمان ملل و چندین سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر به طور منظم وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم می کنند. انتخاب حسن روحانی در ژوئن 2013 خرداد 1392 امیدی را برای تغییر ایجاد کرد، اما کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در فوریه 2 ماه پیش نسبت به افزایش احکام اعدام به طور خاص علیه زندانیان سیاسی و اعضای اقلیت‌ها هشدار داد. گاردین چاپ انگلستان: مشخص شده است که زندانیان سیاسی در زندان اوین مورد بدرفتاری‌های فیزیکی قرار گرفتند. آنها از جمله از دالون تشکیل شده توسط پاسداران مجهز به باتون عبور داده شدند و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. به رغم فاش شدن جزئیات هولناک حمله ماموران رژیم توسط زندانیان و خانواده‌های آنها، روحانی درباره اینکه چگونه یورش روز پنجشنبه صفحه سیاهی را در تاریخچه یکی از مخوف‌ترین زندان‌های رژیم رقم زد، همچنان در سکوت است. گاردین افزود: مایکل من، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که کاترین اشتون در حال بررسی گزارش است و او به دفعات بیانیه‌هایی درباره ضرورت حفاظت از حقوق بشر در ایران صادر کرده است. وی به گاردین گفت: ما در حال بررسی ماهیت و گستره دقیق واقعی زندان اوین هستیم. پاسداران مشخصاً نسبت به زندانیانی که به داشتن رابطه با مجاهدین خلق ایران متهم بوده و برای سالیان زندانی بودند، با خشونت رفتار می کردند. نیویورک تایمز: گزارش های رسانه ها نشان می دهند که نیروهای گارد و ماموران وزارت اطلاعات رژیم ایران به بند 350 زندان اوین در تهران یورش بردند و به شدت به ضرب و جرح زندانیان سیاسی پرداختند. بیش از 30 نفر از زندانیان به شدت مجروح شدند. گزارش این سرکوب به طور گسترده بین خانواده ها و مردم پخش شد و روز یکشنبه خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان مجلس رژیم ایران تجمع کردند. چنین تجمعاتی به طور عام در ایران غیر معمول است و به شدت سرکوب می شود. به رغم قولهای روحانی، هیچ چیز تغییر نکرده است. برعکس گزارشات، افزایش اعدامها و اعدامهای خیابانی علائم یک سرکوب فزاینده اجتماعی است. بی بی سی جهانی: خانواده های زندانیان ایرانی علیه ضرب و شتم اعتراض می کنند. بستگان زندانیان سیاسی ایران در مقابل دفتر حسن روحانی یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. یک کلیپ ویدئویی که روز سه‌شنبه روی اینترنت گذاشته شد، معترضانی را نشان می‌دهد که بیرون دفتر ریاست جمهوری رژیم ایران پلاکاردهایی در دست دارند و شعار می‌دهند: اوین شده فلسطین،
مردم چرا نشستین؟ مدافعان حقوق بشر مقام‌های رژیم ایران را متهم کردند که به طور مستمر با زندانیان بدرفتاری و آنها را از رسیدگی‌های ضروری پزشکی محروم می‌کنند. به خصوص آنهایی که به دلیل اتهامات سیاسی زندانی شدند. میدلیست آنلاین. خانواده های زندانیان ایرانی سکوت خود را در قبال بدرفتاری در زندان مخوف اوین شکستند. آنها بدرفتاری با عزیزانشان را مورد توجه قرار دادند. دیلی استار چاپ لبنان، تهران. خانواده های زندانیان سرکوب شده در زندان مخوف اوین در تهران روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان ریاست جمهوری رژیم ایران تظاهرات کردند و به ضرب و شتم فرزندان خود اعتراض کردند. تظاهرکنندگان فریاد می زدند: ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستین؟ محکومیت‌های بین‌المللی حمله دشخیمان به زندان اوین. اطلاعیه کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک متشکل از شخصیت‌ها و پارلمانترهای فرانسوی. حمله به زندان اوین در ایران انزجار مدافعان حقوق بشر در فرانسه و در جهان را برانگیخته است. کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک خواهان تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل درباره شرایط اعمال خشونت علیه زندانیان سیاسی بی‌دفاع در تاریخ 17 آوریل 28 فروردین در زندان اوین می باشد. هواداران جنبش اصلی اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق ایران به طور خاص مورد رفتار خشونت‌آمیز قرار گرفتند. جامعه بین المللی باید با قاطعیت در برابر فجایع حکومت مذهبی از خود واکنش نشان بدهد. این تازه ترین مورد از خشونت همزمان با افزایش اعدام‌های جمعی و خودسرانه در ایران است که از زمان روی کار آمدن روحانی از 700 مورد عبور کرده است. کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک معتقد است که فرانسه باید از توصیه‌های پارلمان اروپا پیروی کند و روابط خود را به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران منوط نماید. بیانیه کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک در مورد حمله به زندان اوین. حمله رژیم ایران به زندان اوین و زخمی کردن زندانیان سیاسی بی‌دفاع در زندان مخوف اوین نیاز به محکومیت فوری توسط کشورهای غربی دارد. وضعیت زندانیان سیاسی در زندان مخوف اوین پس از حمله 17 آوریل پنجشنبه 27 فروردین به بند 350 و فرستادن سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات رژیم ایران برای جلوگیری از درز اطلاعات به دنیای خارج و فراهم کردن زمینه برای حملات بیشتر و کشتار موجب نگرانی عمیق است. بنا به گزارش‌ها زندانیان سیاسی و حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران، اپوزیسیون اصلی ایران، به شدت در این حمله زخمی شدند و از شکستگی دنده و خونریزی رنج می‌برند. سایرین که به این حمله اعتراض کردند، به اعتصاب قضا دست زدند. پرونده دهشتناک حقوق بشر روحانی همراه با انتخاب آخوندپور محمدی یکی از مقام‌های اصلی مسئول قتل عام زندانیان سیاسی بر اساس فتوای خمینی در تابستان 1988 مرداد 1367 و همچنین موضوع انتخاب حمید ابوطالبی گروگانگیر شناخته شده به عنوان سفیر در سازمان ملل که عامل اصلی ترور محمد حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا است، هیچ ابهامی در مورد توخالی بودن اصلاح و اعتدال باقی نمی گذارد. قربانی کردن حقوق بشر به بهانه مذاکرات هسته‌ای مسیر خطرناکی است که با اصولی که سازمان ملل بر اساس آن بنا شده در تضاد می باشد. بنابراین ما از ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم
تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه ای را در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و حمله 17 آوریل به زندان اوین شروع کند.